چطوری؟ خیلی خوبم، شما چطورین؟ مرسی، خوش زنده اومدید. باشید. خوب خوش اومدید. خب اوکی، لیدا جون، تو لب قبلی شما زیاد صحبت نکردید، من خیلی سیتا رو به چالش کشیدم، میتونم شما صحبت کن بینیم درد گرفت از بس که حرف زدم. اوکی، میخواستم بگم حالا منو به چالش بکش که دیدم دماغ درد میکنه. یکم شما صحبت کنیم. I will back. اوکی اوکی، خب ایمی جون شما یکم از خودتون بگیم، فرصت نشده که از گرایش شما صحبت کنیم، ببینیم گرایش شما چیه، به چه چیزی حس دارید، به چه چیزایی گرایش من نمیدونی چیه؟ مرتی که گرایش چیه؟ آی 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 بارونس، با بارونس صحبت کن. بارونس اصلا میشناسی لیدا؟ آره یه بار باشون تو لایو بودم. بذاریم بریم سراغ بارونس عزیز، بریم که مرسی گلم خوبین و اینکه بدونیم بارونس عزیز ترنس هستن، چی میل هستن، چی هستن، اینو من متوجه نشدم. من ترنس هم هست دلم ترنس. بعد تصمیم به چینج هم دارین یا ندارین؟ حالا آریان گیر میده که چرا دارین سوالات جدی میپرسیم. در حال حاضر که نه، دوست ندارم، علاقه ای هم ندارم. آه اوکی، پس ترنس جندر هست. اوکی خیلی هم عالیه. بله من در خدمتتون هستم، بس تو هر سوالی دارید میتونی از من بپرسید. فکر کنم من بارونس، من خودم تا صحبت نکنم اصلا لایو جون نمیگیره. نه دقیقا نمیتوره، دقیقا نمیتوره، لایو شماست دیگه، حرف بزن دیگه. آره سوال بپرس. نه ربطی نداره، تو لایو بقیه هم میرن، لایو من نیست، ولی بعد من باید حرف بزنم. اشکال نداره، اشکال نداره، ماشاءالله. کار کشته تری عزیزم، شما کار کشته تری، بفرمایید. که خب پس میریم به چالش های خودمون. بچه خیلی خوش اومدید. بارونس نبودی، یک دو چیز خواهر جدید به به گروه ما عضو جدید شدن، یعنی ساری فارسی یادم رفته، به گروه ما اضافه شدن، سیتا قاسمی جدید. چند دقیقه شو دیدم و خیلی برام عجیب بود. خب من در حد دو سه دقیقه اومدم اینستاگرام یه سر زدم رفتم، شنیدم که میگفتش مرد ها دوست داره براش فاعل باشن و با ترنس ها دو طرفه. طرفه بله. خب پرویخ گفتم این به قول لیدا ایشون احتمالاً یک آقای بایسکشواله. خب چون بایسکشوال که حتما به کردن نیست، آدم میتونه بره با خانم ها رابطه داشته باشه و بیاد به اونایی که کیر دارن بده. این میشه اینو بایسکشوالی که شاید اون آقا اینجوری بود، خب یا اون دوستمون. بعد ولی اصلا نفهمیدم، داشت برعکس میگفت، میگفت با ترنس ها میتونه دو طرفه باشه نه با آقایون. خب با این باعث شد من باسم عجیب باشه، چون میدونی که آره دارن آریان جون ترنس ها به هم شده؟ آره آره ترنس ها به ترنس، خیلی دیدم ترنس ها به هم حس دارن. یه ترنسه بود بعد چیز کرده بود با من دوست شده بود، منم مثل تو فکر میکردم خب همه ترنس ها با هم دوستن دیگه، مثل خواهرن، مثلا حسی ندارم. بعد این ترنس ها با من دوست شده بود که منو بکنه، باورت میشه؟ واو ببین من اتفاقا من نمیدونستم. آره من نمیدونستم با من دوست شده که منو بکنه، و وقتی من گفت من خواهم تو رو بکنم سپرایز شدم، گفتم اولین بار میشنم و نمیدونستم ترنس ها به ترنس ها حس دارن اینا، و گفتم نه من نیستم، من فقط مرد دوست دارم، من نه زن دوست دارم، نه ترنس، نه لزبیان، هیچی، من فقط یه کارم، فقط میدم به مردم. اون ترنس نبوده، چون ببین آره از دوستای زیادی هستن که میتونم حتی اسم بیارم، ترنس های زیادی بودن، مهمونی بودیم بعد اومدم برای خواب کنه، من کنار خیلی از ترنس ها خوابیدم، بعد مثل دو تا خواهر گرفتی تا صبح تخت خوابیدیم. اصلا اینجوری است که حتی برای شوخی بخوام به هم دیگه دست بزنیم، حتی برای شوخی خودم هم دیدم ترنس واقعی. آریان جون من صمیمی ترین دوستم، یعنی تنها کسی که واقعا دوست واقعی این بود، 5 سال باهاش دوست بودم و ما از دوره‌ای که پسرونه بودیم با هم دوست بودیم تا موقعی که ترنس شدیم و رفتیم رو به دخترانگی،
و این دقیقا اسفند ماه پارسال یهو به من اعتراف کرد که من به تو علاقه دارم. بعد من پرام ریخ، گفتم تو بهترین و صمیمیترین دوست منی، ولی اون علاقه ای که تو میگی اصلا تا حالا من حتی بهش فکرم نکردم و علاقه ای هم ندارم. بعد دیگه با هم قطع ارتباط کردیم بعد 5 سال. چقدر جذابه تو اینجوری، ولی من برعکس، من همه دوستای صمیمیم اول از کردن شروع شده. یعنی من الان هر کسی که تو زندگیم دوست صمیمه اول منو کرده و شده دوست صمیمی. جدی؟ خیلی باحاله، خیلی خیلی جالبه. من قمر، سانتا، اینا اول مشتری بودم و شدن دوست صمیمی. واو. من اینجوریم. شما بعد 5-6 سال طرف حس پیدا میکنه، من طرف اول منو میکنه، بعد دوستم میشه دیگه، هیچ حسی نداره. کدومش بهتره؟ جفتش خوبه. ولی نه، اون جفتش، اون چی بهتره؟ اون که اول بکنه بعد بیخیال شه دوست صمیمی شه، تا اینکه تو 5 سال با یکی دوست شی ولی دفعه بگه میخوام بکنم. نه حالا اینو بهم نگفت اینو، گفتش مثلا من خیلی بیش از اندازه دوستت دارم و اینا. خب دیگه توضیح نداد میخواد چی کار کنه. بعد که اینطور، ولی کلا، ولی بازم هنوز که هنوزه من اعتقاد دارم که مردهای الان، مردهای دهه مثلا 70-80-90 خیلی دارن کمکاری میکنن نسبت به وظیفه‌ای که خداوند بهشون داده. خب یک مرد و خدا گفته که تو باید بکنی، تو کارو تو دستت بگیری، تلمبه بزنی، انرژی بذاری، ولی مرد الان نمیخوان این کارو بکنن. اولا که خروس شدن، یا بعد هم خروس نباشن نه، انرژیشون رو نمیذارن، فکر میکنن دارن ازش سوء استفاده میشه و این خیلی منو داره آزار میده. آره واقعا، اصلا همون وظیفه کردنشون هم واقعا دیگه دارن محول میکنن به ما، دارن به ما تحمیلش میکنن، دارن به ما تحمیل میکنن که تو بشین رو ما، رایدمون کن، نمیدونم این کار کن دیگه، پوزیشن داگیر از انجام نمیدن، تا 2 دقیقه میزنن میگن وای پاهام دانوام درد گرفت. و این موضوع برای من شده یه آرزو دقیقا. که مثلا یه مرد خوب پیدا کنم که انرژی داشته باشه خوب منو بکنه. چرا گفتم که مردای ترک خیلی خوب میکنن؟ منو میرم ترکیه که کون بدم 1 ماه، چون اینجا که کسی نیست منو بکنه. من بعد برم ترکیه، مردای ترک هنوز با غیرتن، خدا رو شکر هنوز انقدر کونشون باز نشده که دیگه کردن رو فراموش کنن، نان استاپ میکنن. بعد به خاطر اون، وگرنه الان همه مردها واقعا وظیفه‌ای که خداوند بهشون داده فراموش کردن. مثل اینه که الان یه مثل منی که کونم، خب باید بدم، بعد بیام بگم یکی بده منو بکنه، من برگردم بگم من میخوام بکنم. نه نمیشه، هر کسی یه وظیفه ای داره توی رابطه و واقعا این اذیت هم میکنه. و خیلی از مرد واقعی اینه که اصلا پشت گوشی الان من میبینه آبش بیاد تو لایو. مرد واقعی اینه، مرد واقعی اینه که تو بوه هم بزنه. دقیقا، ولی الان دارن به ما تحمیلش میکنن، میگن شما باید جای ما رو بگیرین، ما دیگه نمیتونیم بکنیم، و این خیلی بده برای ما، جنگ روانیه. خیلی برای من سخته که مثلا یک مردی با 1.90 و 200 کیلو داغی کنه بگه بذار کونم. واو خیلی بده. درسته منم دوست دارم 1 کیلو بکنم، ولی نه دیگه به این شدت دیگه. یکی ببخشی، خب من دوست دارم دیگه مثلا در طبیعت یک مرد باید هیکلی باشه، رستم باشه برای خودش، یه زنم ظریف باشه. خب و تو فکر شو بکن من موجود ظریف برم روی یه نره شطور، خواهر لای چاک کونشون ما گم میشیم. بعد که به یه چیز دیگه، کلن گی ها یا مرد های استریتی که کلن خوشبخترن، چرا؟ خیلی راحت میتونن کون بدن. چرا؟ چون مرد یک خاصیتی داره، کونش خوبه، کلن اصلا ذاتن خوبه کون مرد، هیچ تلاشی نیاز نیست مرد برای کونش بکنه، چون خداوند یک کون خوشفرم بهش داده، چون گفته بوده که خب این مرد نیاز نداره به این کون، میدونستی؟ دقیقا. ولی چی؟ کی رو ازش گرفت بود؟ بیشتر از خانوما بهتره اصلا انگار باز تناشون. اصلا کلن ببین الان مثلا الان هم این تو این طبیعتی که ما زندگی میکنیم همه چی برعکسه. چرا؟ چون اگه برعکس نبود اقتصادی وجود نداشت، زندگی نمیچرخید. اگه همه مردا هیکلی بودن، کیلشون کلوف بود، اگه همه زنام ظریف خوشگل بودن، خب از دیگه تغییری
پیدا نمیکرد این دنیا، میدونی؟ چالشی نبود تو این دنیا. الان همه ترنس ها ضعف سینه و کون دارن، زنام ضعف کس کوتنگ دارن، مردم ضعف تیر کلوب دارن، که ما هم همه هیچ کدومشو نداریم. نه مردای اونجوری که میخوان هستن، نه ماها. مثلا الان من خودم به عنوان یک کون نباید 1.80 باشم، باید یه پسر بکن همچین قدی داشته باشم. یه پسر بکن باید 1.80 باشه. نه الان منی که کون میدم نباید کیرم 30 سانت باشه. دقیقا. و همیشه که الگوی خودم رو هاشم میدونم. هاشم یه نمونه یه کون خوب، قدش 1.60، 62 کیلو، کیرش هم نخود، خیلی راحت. آره دیگه، چه الگوی گرفتی؟ من 10 سانت و 30 سانت کجا الگو تو اشتباهی برداشتی؟ چی رو؟ من و ایبی رو هم حساب کردی الگوی آلت مبارکتون رو. 30 سانت تو 1.60، نه 30 سانت منم، کیر من 30 سانت. میدونم 10 سانت من حساب کردی، 20 سانت ایبی شده 30 سانت. ایبی کیرش 20 سانت؟ نمیدونم، فکر میکنی کمتره؟ خب بتونیم بیانی بچه رو زر میزنی. ایبی کیرش 20 سانت بود، الان تو لایف بود، الان روی کس بود. لیدا تا ساده وقتی که چیزی که داره استفاده این نداره ازش، چه فایده داره؟ لیدا نشستین هم حرفای این منگولی داره چی گوش میدی؟ خب منم بارون اسلام همین رو گفتیم که طبیعت جای همه رو عوض کرده. کیر من که 30 سانت استفاده نمی کنم، خب چه فایده؟ میگه همین رو میخواستم بگم، ما هم همین رو داریم. طبیعت تو با اینا فرق میکنه، اینا حسشون رو، ولی تو یه بار میگی دخترم، یه بار میگی پسرم، یه بار میگی میکنم، یه بار میگی نمی کنم، معلوم نیست چندی با خوده. بعد از نظر بنده اون چیزی که تو داری باید غلافش کنی، اون به درد تو نمیخوره، اون پای بچه هست که از اونجا زده بیرون، اینقدر داری پوزش میدی. هانی جون اگه من کیرم غلاف کنم و ببرم کاتش کنم، کی کون شما رو پر کنه؟ هنوز نخوردی به امثال یکی مثل ماها که خوب، آره خوب حساب جوابتو بدن خوشگل، بعد بزنی دقیقا بزنی پشت کمرشون بگی خدا قوت. ای والله خسته نباش. شاید تو منو درک نکنی ولی بارونه تو بانو مرد. آره هنوز از اون مرد من احساس میکنم از اون مردم میترسه. چرا؟ چون همیشه حرف از مردایی میزنه که بی بخارن. دقیقا حرفایی میزنه که اینایی که مردایی که بی بخارن. تو نه، اون مردی که تو فکر میکنه، اون مردی که تو فکر میکنه نزدیک تو نمیاد. اون یه زندگی جداگونه داره برای خودش، بعد حسش به چیزی دیگه است. آره میدونی چی میگم؟ بعضی ها نمیتونن مخ بزنن، مخ دختر بزنن، میاد گیر میکنه به تو، میگه همین آریان بهتره، دسترسیش راحت تره. میدونی چی میگم؟ چرا برم 1 ساعت 2 ساعت نمیدونم 1 سال 6 ماه وقت بذارم، تایم بذارم برای دختری، فردا آیا چیکار بکنم نکنم بکنم؟ میاد یکی مثل تو رو، آره در دسترس هست، راحت کارش انجام میده. فکر کردی پسر خوب یک مرد واقعی میاد وقتش رو تایمش رو میذاره برای تو؟ عشقم منم دنبال همینم. آره منم دنبال همینم، منم فقط میخوام سوراخمو پر کنم با همونایی که فکر میکنی مرد نیستن، با همونا اموراتتو بگذرون. بگو شکر. آره. عشقم میکنم تو سوراخ منی، میدونی که کیا میکنن منو؟ ما که ندیدیم، ولی طبق چیزایی که داری حرف میزنی ما هم جوابتو داریم میدیم. آره اوکی. ولی فکر کنم به جایی که من 16 سال کون دادم، تو 18 سال کون دادی، تجربه بیشتری داری از من. تجربه ما نداریم، دیدیم. آره همسال مثل تو رو دیدیم، مینالم دیدیم. انگار که سوراخ من، انگار سوراخ من
تو دهن تو بوده که شمردی چند تا کیر رفته توش. میبینم که هرچی پیر پا تالنه یه سوریش رو میکاری یا کلی بیزاری، نمیدونم عمر رو، نمیدونم بابر رو، نمیدونم فلان رو. تو ببین کیسات همه سن بالان، کیسات همه سن بالان. کیره کیر مقدسه. خب دیگه اینقدر دیگه بالا پایین نکن دیگه، آفرین. یکی یه چیزی دیگه عشق بکن دیگه، میگم همون چیزی که بهت میرسه بگو شکر. آره کیرایی که من خوردم، کیرایی که من خوردم، کسایی که منو کردن، تو اونا رو ببینی کون میشی یه شبه. آره 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 بله برای کرد اون چیزی که تو داری میگی، اون چیزی که داری میگی باید بری به این چیزایی که تو داری میگی باید برای دوروبری ها تعریف بکنی. آره چیزایی که داری میگی یعنی باید اشو بابا چی داری میگی هر مله چی داری میگی؟ یه چیزی بگو که بهش بخوری جون جده. میشسته اون بالا ورور میکنه یه حرفایی میزنه، هر کم نمیده هر راه میرسه میگه واو چه خفنه. واقعا داریم همچی چیزی؟ بیا تو زندگی این پنیری. مردی که خوب باشه، مردی که واقعا مرد باشه، نمیاد با تو بره تو رابطه. جدی دارم بهت میگم، من دنبال رابطه نیستم، من فقط یکی رو میخوام که سوراخمو پر کنه. خب آفرین دیگه، تموم شد دیگه، راجع مرد مرد صحبت نکن دیگه. تو میخوای همون گشنته، میخوای سیر بشی، حالا به هر طریقه نون میخوای بخوری، نمیدونم آب گوش میخوای بخوری، نمیدونم نون پنیر میخوای بخوری. تو که همیشه نون پنیر میخوری. من پیر مردا رو بسن بگو آقا شکر آقای حیاتی، آقای حیاتی یادت نره من برای خلق خدا خدمت میکنم، من سوراخمو پر میکنم که خلق خدا راضی باشه نه خودم. زر نزن منگل، همه چیزی چرت و پرت میگی، اینو میزنه به اون میزنه منگل عقب افتاده. تو دوچار مریضی هستی، مریضی جنسیتی که اصلا خودت هم نمیدونی چی هستی دختری. آره من مریضم، من هر روز کون میدم کیر میخورم. وای من یک زنم تاک میزنم. کی میمیری؟ کی میمیری تو؟ من یه زنم ساک میزنم. آدم های خوب الان زنده نیستن ولی این هرمل زنده است و داره نگاه چیکار. کی میمیری تو؟ من یک زنم ساک میزنم. وای من نفازیت بخندم. anyway. خب بارونت عزیز بگذاریم از این حرفا. چی بهش میگه، داشتیم در مورد وظیفه صحبت میکردیم، واقعا به خاطر که میرم ترکیه که کون بدم. میرم اونجا که کون بدم، که یعنی واقعا از اون یک مرد واقعی رو ببینم. چون واقعا من حالا واقعا شاید نمیخوام تعریف کنم، غریبه پرستم نیستم، ولی واقعا مردای ترک خیلی میکنن، نان استاپ میکنن، تو یک ساعت 3-4 تا کمر خالی میکنن، اصلا براشون هم مهم نیست. حالا تو بیای با یکی دیگه یه بار خروس میکنه، بعد یک ساعت بعد بشین بشو قضا بده کمرشو بر کنیم به رضا گوهو بده بخوره که این بکنه، بعدش هم بلند نمیشه. ولی ترک ها هیچ همونجوری میکنن. تو من با یه ترک بودم، آره جغرافیایی، آره نمیدونم جریان چیه اینا اینقدر خوب میکنن، ولی من خودم شخصه به خاطر کیر میرم. کاری میکنی عزیزم، اکثر ما LGBT بیشتر سفرامون سر کبابه. سر کباب من که فقط به خاطر کیر میرم سفر، یعنی من اگه جایی که برم کیر نباشه نمیرم. آره نمیتونه زندگی کنه آدم ها بعد از اینکه قلب دارن. ما برای زنده موندن به کباب احتیاج داریم. آره من هر سفری میرم معیار اولم کیره. جایی میرم که ببخشید مثلا ترکیه میرم، خب مردای ترک خوبن، خوب میکنن. من هیچ وقت ممالک مشخورا نمیرم، همین تایلند و چین و اینا، چون نافیرا هیچ کدومشون نمیتونم بکنن. من الان به من بگن توی چین هم حالا هر گوری همین ممالک مشخورا بگن خونه رایگان بهت میدیم، سفر میدیم، هواپیما میدیم، جت میدیم، من یک ثانیه اونجا زندگی نمیکنم با این مشخورا که هر چی جلوش میاد میخورم. خب اینم که چرخید. خب بگو عشقم.
آره بازه آریان جو، گفتی موشخور و اینجور چیزا، من زیاد دیدم هر چیزی میخورن. خب چند وقت پیش یه کلیپی دیدم اینقدر حالم بد شد آریان، تا چند روز گوشت نمیخوردم، گوشت میدیدم حالم به هم میخورد. باورت میشه آریان پای آدم رو آویزون کرده بودن به عنوان کله پاچه میفروختن، به عنوان پاچه پای آدم رو میفروختن با مچ دست آدم. وحشت کردم که کارشون به کجا رسیده. چی بگم، من ممالک مشخورا نمیرم، من خیلی دیگه بدم میاد چون هر چیزی رو میخورم. همونا بودن کرونا رو آوردن که من ببین مرد. تو چرا نموردی؟ کرونا همه رو کشت و زنده موندی. کرونا همه رو کشت و زنده موندی. تو چرا زنده موندی؟ من کونم، چرا بمیرم؟ من اگه بمیرم کی کون بده به این ملت؟ من یک کونم. میدونستی هر جامعه به یک کون نیاز داره؟ اگه من کون ندم میدونی جامعه چی میشه؟ میگم تمام خط قرمزا رو همه رو رد کردی، هر کسی جای تو بود این همه هی پوز میداد که من اینم و اینم و اینم، حالا حداقل به یه جای رسیده بود. چه تا اینقدر خودتو پاره کردی هی میگی من اینم اینم؟ باش همه عالم عالم میدونن دیگه هستی. خب تو میگی چرا نمردی؟ میگم من کونم، من وظیفه خیلی بزرگی تو این دنیا دارم، من باید کیر بخورم، من یک کونم، ساک میزنم، بشم من یک کونم ساک میزنم. بابا این از بر بکششون بالا، پایین از بر بکش دیده اینو. خانم سیتا قاسمی درخواست دادم. دیده تو چی افتخار میکنی؟ به چی؟ من که کار نمی کنم که بخوام افتخار بکنم یا نکنم. من این چی من به این نتیجه الان رسیدم تک و تنها بمونم، زندگی کنم، نه به پسری اعتماد کنم، نه به پسری ریل بزنم، زندگی خودم رو بکنم. همین دو لقمه نونی هم که دارم میخورم تنم سالمه، هزار بار بگم خدای سپاس و به پسرای امروزی مثلا اعتماد نمی کنم. تموم شد. خب نه باز فردا شب باز در بیا بگه عاشق یه نفر شدم، اون موقع دیگه اون سیگار